سلام دوستان، ما توی این ویدیو مسابقه داریم. از بین نفراتی که ما رو سابسکرایب کردن و نظرشون رو راجع به ویدیو گفتن، یک هفته دیگه قرعه کشی میشه و یک کارت شارژ 100 هزار تومانی تعلق میگیره. صدای بارانی که شبیه تگرگ به صورت شیشه یه پنجره میخورد و همانجا پودر میشد و میپاشید روی زمین از خواب بیدارم کرد. قهوه‌ای در فنجان ریختم و دلتنگ سحر. صفحه گوشی را باز کردم و برای سحر نوشتم. اینجا هوا بارانی است. آنجا را نمیدانم. انگار منتظر پیام باشد. جواب داد: اینجا دلتنگی است. آنجا را نمیدانم. این شعر زیبای دکتر شریعتی را دوست می‌دارم. خوشحال بودم که اهل شعر است. روز یکشنبه بود. من تعطیل بودم و او سر کار. سحر کارمند یک آژانس هواپیمایی در سید خندان خیابان عباس‌آباد است. با تسلط کامل به زبان انگلیسی. شاید وقتش را نگرفتم. خودش پیشنهاد داد تایم نهار حرف بزنیم، تماس تلفنی. با مکس پذیرفتم. مکس، چون هنوز تصویری از صدایش نساخته بودم. دو سالی بود که ارتعاش هیچ صدای دخترانه ی قلبم را نشکافته بود. وقتی فرکانس ظریف صدای لطیف در مغز شنیده می شود، پیام های عصبی به قلب ارسال می شود که بلرزد. چرخه این فرایند در من خاموش بود. امروز برای شنیدن صدایش به همه جای مغزم و قلبم نیاز داشتم. شنیدن صدای دختری که نوشته هایش شفاف، ساده، متین شبیه خودش، فرهنگش و اصالتش بود. تا ساعت 1 به وقت ایران، 2-3 ساعتی زمان بود. باید برای شعر آماده کنم. وقت داشتم تا صدایش را تماشا کنم. به گوشه خیره شوم و لبخند بزنم و باور کنم صدایش شبیه هیچ کس نیست. صدای سحر است، همدم گرگ و میش روزهای دلتنگی من، نوسان تاری معلق که مرا به گوشه زندگیم وصل کرده است. رأس ساعت 1 تماس گرفتم. صدایش ظریف‌تر از تصورات و تصویر من بود، دوست داشتنی و صمیمی و تا اینجای زندگیم بی تکرار. کمی هول بود، احساس غریبی میکرد. من هم دست باشه بودم. گوشی را بردم نزدیک پنجره تا صدای باران فضای امن گفتگو را برای من مهیا کند. حس می کردم هر دوی ما به آرامش نیاز داریم. در این باره با هم حرف نزده بودیم. حس من بود. دنبال این بودم که سرپناه خستگی هایش باشم و آرامش دلتنگی هایم باشد. هر دو کمی سکوت کردیم و اجازه دادیم تپش های قلب هامان با موسیقی باران هم نواز شود. کمی آرام گرفتیم. برایش شعر خواندم. شعری با مناسبت باران، شعری که حتما شنیده است ولی حال و هوای الان را نداشته است. بکر است برای من که این گونه بود. وقتی داشتم برایش می‌خواندم شعر سهراب: چترها را باید بست، زیر باران باید رفت، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، عشق را زیر باران باید جست، دوست را زیر باران باید دید. تپش های قلب ظریف دخترانه اش را حس می کردم. آن روز شعر شد زبان گفتگوی ما. من خواندم، او خواند. بالاخره گفت باید برود. گفت مرسی که برام شعر خوندی. مرسی که بایگانی ذهنم رو وا کردی. یادم رفته بود چه شعرهایی و حفظم و خندی. و با لبخند گفت فعلا خدافظ محمد. چیزی از لبه تاخچه قلبم سر خورد. گفتم دوباره بگو. گفت چیو؟ گفتم اسممو. خندید و گفت محمد. تلفیق احساس و هیجانش را در صدا کردن اسمم حس می کردم. خودش متوجه نبود. گرم و با شیطنت گفتم محمد یا محمد؟ دوباره صدام کرد، کمی لوستر. نه محمد بود نه محمد، فقط خودش بلد بود. لحن خودش بود، صدای سحر. ما برای شما مسابقه ای آماده کردیم که از بین عزیزانی که کانال ما رو سابسکرایب کردن و برامون کامنت گذاشتن به قید قرعه جوایزی تعلق میگیره. پس حتما کانال ما رو دنبال کنید و برای ویدیوهای ما کامنت بذارید. منتظرتون هستیم. اگر داستان ترسناک یا ماجرای جالبی براتون اتفاق افتاده، حتما اونو از طریق آیدی تلگرام ترسناک استوری با ما به اشتراک بذارید.